عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران طی اظهاراتی گفت طبق آمارهای ارائه شده رشد پایه پولی منتهی به مرداد ماه برابر با 41% بوده و این بدان معناست که ماهی 23 هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. مگر ممکن است با این حجم چاپ پول تورم را مهار کرد؟ به گفته وی در یک سال 280 هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. با این حال با این آمار حالا هی شعار بدهید که قصد مهار تورم را دارید، مگر می توانید تورم را کنترل کنید؟ وی ادامه داد دولت ها در ایران عادت کردند خرجشان بیشتر از دخلشان باشد و این یعنی با خلق نقدینگی کشور را اداره می کنند. در حقیقت ناترازی دولت و بانک ها و صندوق های بازنشستگی همگی نتیجه بالا بودن خرج نسبت به دخل است. همتی تاکید کرد وقتی بانک مرکزی استقلالی برای اعمال سیاست پولی در مقابل سیاست مالی ندارد، قادر به کنترل تورم نیست. جلیل مقدم، مدیر مسئول سابق روزنامه اسرار و فعال رسانه از تهران با ما همراه هستند. آقای مقدم، سلام عرض ادب. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم. جناب آقای مقدم، با توجه به خبری که عبدالناصر همتی مبنی بر چاپ بی‌رویه اسکناس داده، آیا با این حجم چاپ پول تورم میتونه مهار کرد؟ خب طبیعیه که نه، این یک خیلی مسئله شفاف و روشنی هست که افزایش نقدینگی یه رابطه مستقیم داره با تورم. یعنی هر چقدر ما نقدینگیمون بیشتر بشود، تورم هم به همون نسبت افزایشی خواهد بود و قطعاً صحبتی که شما نقل کردید از قول آقای همتی، به هایشون رئیس کل بانک مرکزی بوده، مسائل رو میتونه قشنگ رصد کنه، اطلاعاتش کارشناسی هست حتما. و ما هم معتقدیم در ایران خیلی ها اعتقادشون همین هست که این مبنایی که دولت گذاشته و برای کسب بودجهش اقدام به چاپ پول میکنه و باعث افزایش نقدینگی میشه، منجر به افزایش تورم هم به همون نسبت خواهد شد. خلق نقدینگی چه آثار سویی بر اقتصاد کشور وارد خواهد نمود؟ بفرمایید. طبیعتاً خلق نقدینگی در کشور ما، در اقتصاد ایران که یک اقتصاد متاسفانه غیر شفاف و بسیار متمایل به سمت دولت هست، باعث این میشه که اقتصاد از اون چیزی که الان ما میبینیم به سمت تخریب بره و همین اقتصاد ضعیف و متاسفانه واسطه‌ای و دلالی که الان هست رو ما شاهد این باشیم که به سمت توسعه میره. یعنی اقتصادی که زیر ساختاش معلوم نیست و مبانی علمی درستی براش چیده نشده، با این توصیفی که شما کردید و معلوم هم هست از حال و هوای دولت، اقتصاد به سامان یافته‌ای نخواهد بود و ما هرچی پیشتر بریم مشکلات و معضلات اقتصادیمون بیشتر خواهد شد. خب طبیعتاً خلق نقدینگی، چاپ، رشد پایه پولی و به شما عرض کنم افزایش نقدینگی، اینها مسائلی نیستن که بشه راحت این رو به شما عرض کنم که توسط دولت آدم ببینه و منتظر عواقب بدش در اقتصاد مملکت نباشه. آقای مقدم، چه راهکارهایی برای مهار تورم در ایران میتوان در دستور کار قرار داد؟ ببینید، اون چیزی که خب اقتصاددان ها میگن و متاسفانه دولت ازش فاصله گرفته، از فهم مسائل علمی اقتصاد عاجز هست، اون چیزی که الان داره میبینیم، راهکارهای خیلی زیادی میتونه باشه، ولی با تیم اقتصادی که در دولت ما میبینیم و عمل کردی که ازشون تو این دو سال سراغ داریم، هرچه هم بگوییم یا هرچه گفته شود، نه توسط ما، توسط اهل علم، کارشناسان دوبده، نادیده گرفته میشه، ناشنیده گرفته میشه و امکانش نیست. ولی طبیعی است اون چیزی که الان میشه به عنوان یکی از محورهای مهم جلوگیری از رشد تورم مثلا مثال زد، سوق دادن این نقدینگی با این حجم بسیار زیاد به سمت
فعالیت های تولیدی هست. یعنی ما اگر بتوانیم زیر ساخت های تولیدی رو دولت بتونه طوری تعریف کنه که باعث جذب نقدینگی بشه، یکی از عواملی که میتونه کنترل کنه شاید تورم رو همین باشه که نقدینگی به سمت بازار سفت بازی دلالی و واسطه‌گری نره. ولی متاسفانه در اقتصاد ما چنین چشماندازی خیلی سخت دیده میشه و ما معتقدیم که به دلیل اینکه اقتصاد این مملکت گره خورده زلفش با مسائل سفت بازی دلالی و واسطه‌گری، هرچی این نقدینگی بیشتر بشه اون فضا بازتر خواهد شد و طبیعتاً همه ما میدونیم که وقتی نقدینگی در دست دلال ها باشه، در دست سفته باز ها باشه، قطعاً چیزی که خیلی از بارز از توش شاهد خواهیم بود تورم و گرفتاری های اقتصادی خواهد بود. تشکر میکنم از شما آقای مقدم. جلیل مقدم، مدیر مسئول سابق روزنامه اسرار و فعال رسانه از تهران با ما همراه بودند.